و اما اقسام صدقه آیا صدقه فقط بذل مال هست یا اینکه نه چیزهای دیگری هم برخی از فقها ها فرمودن که صدقه گاهی در مال و ثروت هست گاهی در آبرو و شخصیت هست ممکن انسان آبروی خوده برای فردی نیازمندی گرفتاری آبروی خوده گرو بگذاره این هم خودش یک نوع صدقه هست بله. یعنی شفاعت بکنه از کسی پیش کسی یا دو نفر اختلاف داره اختلافشان از بین ببره با شفاعت و با آبرو گره و گذاشتن اینا هم خودش صدقه هست صدقه علم و دانش که علم و دانش خود را برای دیگران بازل بکنه بله این خودش صدقه هست صدقه زبان با گفتار نیک با کلام نیک با مردم برخورد بکنه و در تعامل اجتماعی اگر با زبان نیک که قرآن کریم هم تاکید داره روی این قولول ناس حسنا خودش یک نوع صدقه هست اینام جز صدقات حساب میشه گاه صدقه فن و هنر هست چیزی را یاد گرفتی فن را بلد هستی هنری را بلد هستی صنعت را بلدی برای هموطنان خود برای دوستان خود اون یاد بده خصوصا در جامعه فقیری که نیاز به صنعت و فن و هنر و صنایع مختلف داره اگر کسانی صنعتی را بلد هست برای دیگران بیاموزه این خودش یک نوع صدقه هست و اما صدقه در روایات که با زبان روایات اگر بحث بکنیم خودش یک جایگاه خاصی داره که برخی از روای... یک صدقه قبل از اینکه بحث روایات را مطرح کنیم یک عنوانی داریم ما به نام صدقه جاریه شاید شنیده باشید زیاد میگن که فلان کار صدقه جاریه هست این به معنای این هست که حتی بعد از مرگ انسان هم این جریان دارد و میتواند ثوابش نصیب حال انسان بگردد درسته؟ بحث صدقه جاریه یک بحث جداگانه ای هست درست. که اون میشه تحت عنوان راهکارهای دراز مدت صدقه جاریه مثل پول ساختن بله. بیمارستان ساختن بیمارستان ساختن که این برای دراز مدت خیلی مهمه مسجد ساختن این که جاریه میگه به این خاطر تا زمانی که این ساختمان وجود داره پاورجا هست و وجود داره اگر نمازگزاران اگر مسجد هست نمازگزاران می آیه نماز می در این مسجد ثوابی مقدار ثوابی برای بانی, بانی این مسجد در نظر گرفته میشه و یا اگر کسی بیمارستان ساخته کلینیکی ساخته تا زمانی که سرپاه هست این کلینیک و بیمارستان و بیماری مراجعه میکنه به با اونجا بالاخره ثوابی نصیب صاحب بشه این صدقه جاریه هست که چه خوبه انسان های ثروتمند کسانی که پول دارن ثروت دارن اگر امکانش هست در چنین صدقات جاریه اینها اختام در روایات ائمه معصومین علیهم السلام و پیشوایان دین هر کار نیک را صدقه بیان کرده است به عنوان صدقه بیان کرده است رسول گرامی اسلام می‌فرماید کل معروف صدقتون هر کار نیک و شایسته صدقه است یعنی پاداش صدقه را میبرد انسان هر کار نیکی را که شما تصور بکنی چی کارهای نیک هست چی کارهای پسندیده هست یک معیار برای کار پسندیده و غیر پسندیده اینه در نظر بگیریم که برخی موقع یک کار را ما انجام میدیم که دوست داریم دیگرانم این کار را ببینه این کار پسندیده هست <applause> گاهی یک کاری را انجام میدیم و دوست نداریم که دیگران ببینه این کار ناپسنده ممکنه حرام نباشه اما کار ناپسندی باشه از باب نمونه بچه هایی که ابتداعا میخواه سیگار بکشه سیگریت بکشه به قول ما دوست نداره که دیگران ببینه تلاش میکنه مخفی مخفی که مخفیانه و پنهانی این کار را انجام بده این یک کار ناپسند هست یعنی معیار کار پسندیده و ناپسند همینه حتی. که دوست داریم دیگران ببینه دوست داریم دیگران نبینه برای. لذا امر به معروف و منکر هم همینه معروفانه که همه دوست دارن اوره انجام بده منکرانه که همه دوست دارن که انجام نده اما متاسفانه درگیر کارهای منکر هم انسان قرار میگیره فرق نمیکنه هر کی باشد مثلا ریاکاری خودش یک منکره ممکنه بنده طلبه گرفتار این ریاکاری باشم خودنمایی همه اینها آثار منفی داری نمیشه کاری ناپسند به هر صورت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که کل معروفین صدقتون هر کار نیک و شایسته صدقه هست